میخوام یه تمرین بهتون بدم واسه اینکه دست چپ و راستتون هماهنگ بشه با هم، و واسه گرم کردن دستم میتونید ازش استفاده کنید قبل از اینکه تمرین اصلیتون رو شروع کنید. روزی 5 تا 10 دقیقه این تمرین رو انجام بدین به نظر من خوب است. تمرین گام کروماتیک هست، یعنی تک تک فرتا رو روی هر سیم میزنیم، و به خاطر اینکه همه انگشتامون رو درگیر میکنه تمرین خیلی خوبی هست، ولی خب خیلی کم استفاده میشه داخل آهنگا ازش، بیشتر از گام دیاتونیک استفاده میشه داخل آهنگا، و جز اینکه حالا آهنگای دسمتال رو گوش بدین که از این گام خیلی استفاده میشه داخلش، داخل آهنگای پاپ خیلی کم ازش استفاده میشه، ولی خب خیلی تمرین خوبی هست همونجور که گفتم، به خاطر اینکه هم دست چپتون رو درگیر میکنه هم دست راستتون رو، و باعث میشه با هم هماهنگ بشه. واسه شروع از فرت یک سیم یک شروع میکنیم با انگشت یک، و با نوک انگشت فرت ها رو میگیریم دقیقا پشت این فرت فلزی، در واقع به این فلزی ها میگن فرت، ولی به این فضای پشتش هم باز دیگه میگن فرت. پشت فرت اول انگشت یک رو میذاریم، نوک انگشت یک، دست راستمون رو میذاریم، این قسمت دستمون رو میذاریم روی سیمای 4 و 5 و 6 که هم تکیه گاه باشه واسه دستمون، و هم اگر بخوان صدای اضافی تولید کنن اون صدا رو خفه کن، و پیکمون رو بین انگشت شستمون و انگشت اشارمون میگیریم به این صورت، و ضرباتمون از بالا به پایین میزن میشه 1 2 3 4، با هر ضربه شماره میگیم و ضربه پا میزنیم. الان داخل 4/4 داریم میزنیم، نوتا رو به صورت نوت سیا میزنیم و با هر ضرب یه نوت میزنیم. 1 2 3 4. انگشت شستتون باید به این صورت دقیقا پشت گردن گیتارتون باشه و نباید از بالا معلوم باشه، چون که اگر که اینجوری بخواییم بزنین انگشت چارتون به فرت 4 نمیرسه، ولی وقتی که وسط گردن گیتارتون باشه مچتون میاد پایین و انگشت چارتون میرسه به فرت 4. البته بعضی از مواقع واسه آکورد گرفتن میخواین یه سیمی رو خفه کنید، انگشت شستتون رو قرار میدید این بالا، یا داخل گامای پنتاتونیک که میخواین بند کنید از انگشت شستتون استفاده میکنید، ولی داخل این تمرین انگشت شستتون رو به صورت وقتی گامای دیاتونیک یا کروماتیک رو دارید اجرا میکنید قرار بدید، و انگشتاتون هم روی فرتا نگه دارید، یعنی 1 2، وقتی که فرت 2 رو میزنید انگشت 1 روی فرت 1 باقی میمونه، وقتی فرت 3 رو میزنید انگشت 1 و 2 باقی مونده، و این کمک میکنه که قدرت انگشتاتون بیشتر بشه، یعنی اینجوری نزنید. همون اول ممکنه انگشت 4تون به فرت 4 نرسه، ولی خب با تمرین وقتی انعطاف پذیر دستتون بیشتر بشه انگشت 4تون هم به فرت 4 میرسه. بعد میاد روی سیم 2، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، همینجوری که میان روی سیمای بالاتر دست راستتون هم میاد بالاتر که اون سیما اگر که موقعیت دستتون رو تغییر ندین اون سیما خفه میشه، و وقتی روی سیم 6 میرسید دستتون کاملا برداشته شد. وقتی روی سیم 6 رسیدین میتونین یه فرت بیان جلوتر دوباره این کار رو انجام بدین. وقتی به سیم 1 رسیدین یه فرت میان جلوتر میتونین این کار حالا برعکس انجام بدین، یعنی بگید 4 3 2 1، البته شماره شتون همون 1 2 3 4 بگید، این 4 3 2 1 شماره انگشت، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. به خاطر این میگم فرت ها رو همونجور یکی یکی بیان جلو، چون که فاصله فرت ها با هم فرق داره، این قسمت بیشتر فاصله اینجا کمتر میشه تا دستتون به همه فاصله ها عادت کنه. بعد که خوب این تمرین رو زدید
میتونید با آلترنت پیکینگ هم این تمرین رو بزنید، یعنی یکی از بالا به پایین، یکی از پایین به بالا، بالا به پایین، پایین به بالا، به ترتیب. خب این تمرین رو روزی 5 تا 10 دقیقه انجام بدیم و مطمئن باشید که نتیجهش رو میبینید، چون که مالچه دست راستتون یه حافظه داخلی داره که با این بالا پایین شدن میتونه دیگه سیما رو تشخیص بده از هم و نیازی نباشه دست راستتون رو نگاه کنید، و اگر قرار باشه چیزی رو ببینید دست چپتون رو باید نگاه کنید که ببینید فرتا رو دارید درست میگیرید یا نه. هیچ وقت دست راست رو همون اول میتونید نگاه کنید، ولی بعدا دیگه اصلا دست راستتون رو نباید نگاه کنید. خب ویدیو آموزشی بعدی رو حتما قرار میدم داخل کانال یوتیوبم، اگر که ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و کانالمو سابسکرایب کنید.